سلام به همگی، مخلص همتون موشکافم. امشب میخوایم یه گریزی به یمن بزنیم، ببینیم اون نواحی از فیس عظما تو چه وضعیتیه و خلاصه بادمجونای یمنی رو که پاچشم علی گدا ثبت شده بشموریم. اول دو کلمه از معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه آخونده. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه سکوت برخی کشورها در قبال استمرار تجاوز عربستان به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم مظلوم این کشور را غیر قابل قبول دانست. حسین امیر عبداللهیان گفت تمرکز عربستان سعودی بر جنگ ضد یمن صرفاً کمک به تقویت رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی را سبب شده. به افزود تهران از گفتگوی یمنی در مکان مورد توافق همه گروه‌های داخلی حمایت می‌کند و هر گونه مداخله خارجی در این کشور را مردود می‌داند. وی با بیان اینکه امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می‌دانیم هشدار داد اجازه نخواهیم داد دیگران امنیت مشترک ما را با اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. بگی منو چی شد؟ تا دیروز که آخوندا دم از صلح و آرامش این حرفا می زدن، حالا چی شده که یهو رفتن تو خط هشدار و این حرفا؟ ببین چه اشکی می ریزه این ورق پاره کوسه نشون. اکنون سوال اساسی این است که آیا دولت‌ها و ملت‌های مسلمان هیچ وظیفه‌ای در برابر این همه ظلم که به مردم یمن می شود ندارند؟ وظیفه دفاع از مظلوم چه می شود؟ آیا نباید به احکام فقهی اسلام که وظیفه دولت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان را در برابر ظلم، به ویژه ظلم به ملت‌های ضعیف و فقیر و بیپناه که ماجرای جنگ یمن از مصادیق بارز آن است، عمل شود؟ بله دیگه، وقتی علی گدا تو یمن چپ و راست کف گرگی می‌خوره، وقتی پاسداراشو می‌گیرن، وقتی هواپیماهاشو از آسمون یمن دک میکنن، وقتی تو سواحل یمن به کشتیای عمام دار رژیم میگن چخه، خب همین میشه دیگه. اون وقتی که آخوندا مجبور میشن برای روحیه دادن به جونورای ریزشی برن تو فاز شاخشون کشیدن و هشدار دادن و این حرفا. الان فصل انتقامگیری و فصل مقابله جدی با رژیم آل سعود بعد از این همه محاصره و بمباران هوایی آغاز شده و این مسئله در واقع بیش از مقابله نظامی مردم یمن با عربستان برای رژیم آل سعود شکننده و ترسناک خواهد بود. اینی که دیدید استاد زبون چپکیه، فصل انتقامگیری کشورهای منطقه از اختاپوس ولایت و ترس آخونده از طوفان منطقه‌ای رو به زبون معکوس برگردونده به طرف مقابل. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ یکی دیگه از جدیدترین خوابهای پنبه‌دونه ولایت. یک سری اختلافاتی در درون حاکمیت رژیم عربستان به وجود آمد. تغییرات گسترده‌ای که اخیراً در میان هیئت حاکمه عربستان به وجود آمد نشان می‌دهد که حملات هوایی عربستان به یمن نتیجه بخش نبوده و عربستان پس از این همه بمباران و حملات وحشیانه در برابر اراده ملت یمن تسلیم شد و پرچم سفید رو بالا برد. اما نگو سنگ پای قزوین بگو. از یه طرف مامجواد ظریفشون به وزیر خارجه عربستان تبریک میگه، از اون طرف نوچه های باند خامنه دنبال اینن که با آویزون شدن از این اوهام یه جوری قایق سوراخ سوراخ عظما رو از سواحل یمن در ببرن. جالب اینجاست که خودشون هم حرف خودشون رو قبول ندارن. اون میگه تغییرات در هیئت حاکمه عربستان یعنی پرچم سفید رو بالا برده، یکی میگه یعنی ضد رژیم تر شده. تغییراتی که در ساختار حاکمیت آل سعود اتفاق افتاد نشان دهنده آرایش نیروهای ضد ایرانی در این حاکمیت است. انتصاب سفیر عربستان در آمریکا به عنوان وزیر خارجه آل سعود هیچ نشانی از سیاست بهبود روابط با ایران ندارد. باید شاهد تندتر شدن سیاست‌های خصمانه این رژیم علیه ایران باشیم.
خلاصه این که وضعیت به پیچ به پیچه، یعنی علی گدا لای ساندویچه، یعنی تناقض تو تناقض، یعنی گیجی پشت گیجی، یعنی بدبختی پشت بدبختی. وضعیت داخلی و خارجی و بالایی و پایینی عظما پتاله، روز به روزم پتالتر میشه، یعنی همین جوری داره براش میاد. همینه که حیرونش کرده، همینه که به جفتک گویی انداختش. علل حساب همینو داشته باشید، بقیهش تو راهه. Oh.